سلام به دوستان و همراهان عزیز موجی شو. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا از مشهورترین شاعران ایران زمین است که در دوران حیات به القابی مانند جلال الدین خداوندگار و مولانا خداوندگار نیز نامیده می شد. مولوی در طول زندگی 68 ساله خود با بزرگانی همچون محقق ترمذی، شیخ عطار، کمال الدین ادیم و محی الدین عربی آشنا شد و از آنان بسیار آموخت. اما هیچ کس مانند شمس تبریزی در زندگی مولانا تأثیر گذار نبود. مولانا ماهی است که خورشید شمس در زندگی او نمایان است. قصه پردازان در مورد دیدار شمس و مولانا حکایت ها گفتند. در این ویدیو چند حکایت زیبا و شنیدنی از شمس و مولانا را آورده ایم که شنیدن آنها خالی از لطف نیست. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. دوستی مولانا و شمس و تولد دوباره مولانا. روزی شمس به مجلس مولانا که در آن مولانا در حال سخنرانی بود وارد شد. او از مولانا که در کنارش چند کتابی وجود داشت پرسید اینها چیست؟ مولانا جواب داد اینها قیل و قال است. شمس میگوید تو را با اینها چه کار است؟ و کتاب را داخل حوضی که در آن نزدیکی بود میاندازد. مولانا میگوید ای درویش، برخی از این کتاب‌ها یادگار پدرم و نسخه منحصر به فرد و نایاب است. شمس تبریزی دست در آب فرو کرده و کتاب‌ها را از آب خارج می‌کند بدون اینکه کتاب‌ها ذره‌ای خیس شده باشند. مولانا با تعجب می‌پرسد این چه سری است؟ شمس جواب می‌دهد این ذوق و حال است که تو را از آن خبری نیست. این گونه حال مولانا تغییر یافته و درس و بحث را کنار گذاشته و به شوریدگی روی آورد و تولدی دوباره می‌یابد. و این گونه بود که مولانا با شمس تبریزی آشنا شد و این آشنایی زندگیش را زیر و رو کرد تا جایی که درس و وعظ را کنار گذاشت و به عرفان، شعر، رقص و موسیقی روی آورد و دانش ظاهریش را کنار گذاشت و به معرفتی باطنی دست یافت که هر کسی را توانایی درکش نبود. داستان آموزنده شمس و مولانا. به آنچه مینازی جز یک سراب نیست. روزی مولانا شمس تبریزی را به خانه اش دعوت کرد. شمس به خانه جلال الدین رومی رفت و پس از آن که این وسایل پذیرایی میزبانش را دید از او پرسید آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید مگر تو شرابخوار هستی؟ شمس پاسخ داد بله. مولانا گفت ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم. شمس گفت حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. مولانا گفت در این موقع شب شراب از کجا گیر بیاورم؟ شمس گفت به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند. مولانا گفت با این کار آبرو و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. شمس گفت پس خودت برو و شراب خریداری کن. مولانا گفت در این شهر همه مرا میشناسند، چگونه به محله نصاری نشین بروم و شراب بخرم؟ شمس گفت اگر به من ارادت داری باید شراب تهیه کنی، زیرا من شبها بدون شراب نمیتوانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. مولوی که به شمس ارادت داشت با شیشه ای بزرگ به دست به سمت محله نصاری نشین راه میافتد. زمانی که مردم مولانا را در آن محل دیدند حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند. آنها دیدند که مولوی داخل میکده ای شد و شیشه ای شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد. هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا در قفایش براه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده شد تا اینکه مولوی به جلوی مسجدی که خود امام جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا می کردند رسید. در این حال یکی از رقیبان مولوی که در جمعیت حضور داشت فریاد زد ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا می کنید به محله نصاری نشین رفته و شراب خریداری نموده است. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشید.
ششم مردم به شیشه افتاد و مرد ادامه داد: این منافق که به او اقتدا می‌کنید اکنون شراب خریداری نموده و با خود به خانه می‌برد. سپس بر صورت جلال رومی آب دهان انداخت و طوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند و به ویژه زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند، یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر آنان را با لباس و تقوای دروغین فریب داد و در نتیجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید که به مردی متدین و فقیه تهمت شرابخواری می زنید؟ این شیشه که می بینید حاوی سرکه است، زیرا که هر روز با غذای خود تناول می کند. رقیب مولوی فریاد زد: این سرکه نیست بلکه شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از محتویات شیشه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه نیست. رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخت. دیگران هم دستهای او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولوی از شمس پرسید: برای چه امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا به آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای اینکه بدانی آنچه که به آن مینازی جز یک سراب نیست. تو فکر میکردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه ایست ابدی، در حالی که خود دیدی با تصور یک شیشه شراب همه آن از بین رفت و آب دهان به صورتت انداختند و بر سرت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل میرساندند. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدی و در یک لحظه بر باد رفت. پس به چیزی متکی باش که به مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نرود. حکایت دیگر از مولانا و شمس. محمد برتر است یا بایزید بسطامی. روزی جلال الدین با جمع مریدان سوار بر اسب از بازار قونیه می‌گذشت. درویشی ندا کرد که مولانا مرا سوالی است. گفت: بازگوی تا به جواب آن همه بهره گیرند. گفت: محمد برتر بود یا بایزید بسطامی؟ مولانا گفت: این چه جای سوال است که بایزید از امت محمد بود و مقام سلطانی از تاج پیروی احمد داشت. درویش گفت: چون است که محمد با حق گفت تو را چنان که شایسته مقام توست نشناختم؟ و بایزید گفت: شگفتا که مرا چه مقام و منزلتی است، نیست اندر جبهه ام الا خدا، چند جویی در زمین و در سما. مولانا فرو ماند و گفت: درویش تو خود بگوی. گفت: اختلاف در ظرفیت است که محمد را گنجایش بیکران بود. هرچه از شراب معرفت در جام او ریختند همچنان خمار بود و جامی دیگر طلب می کرد. اما بایزید به جامی مست شد و نعره برآورد: شگفتا که مرا چه مقام و منزلتی است. مولانا از هیبت آن سؤال نعره ای بزد و بیهوش شد و تا یک ساعت خفته بود و خلق عالم در آن جایگاه هنگامه شد و چون به خود آمد دست مولانا شمس الدین را بگرفت و پیاده به مدرسه خدا برد. در حجره ای در آمدند تا 40 روز تمام به هیچ آفریده ای راه ندادند. بعضی گویند 3 ماه تمام از حجره بیرون نیامدند. حضرت مولانا می گوید: چون مولانا شمس الدین از من این سوال را بکرد دیدم که از فرق سرم دریچه ای باز شد و دودی تا عرش عظیم متساعد گشت، همانا که ترک درس و تذکیر منبر کرده و به مطالعه اسرارالواح ارواح مشغول شدم. دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.